برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی که از تهران به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر جناب مقدم. 10 میلیون نفر در فقر کامل، ادعایی که در گزارش بانک جهانی آمده، به چه معناست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. این که فرمودید بانک جهانی آمارش خیلی منتشر نشده، اتفاقا این روزا در ایران این آمار منتشر شده و محل بحث قرار گرفته. این آمار به نظر من اون چیزی که ما داریم میبینیم و اقتصاددان ها واقفن و اعلام کردن، به نظر من آمار بانک جهانی اگر از منابع رسمی ایران هم گرفته شده باشه، آمار قدیمی است، بیروز آوری شده نیست. چرا که الان اولیای امور، متولیان، مسئولین مملکتی خودشون اذعان دارن که ما به شما عرض کنم که 3 دهه که جامعه رفتن زیر خط فقر، یعنی همین عبارتی که شما فرمودین، فقر مطلق. اگر ما این 3 دهه رو که خود اینها اعتراف دارن میکنن و این روزها دارن برنامه‌ریزی میکنن که از طریق یارانه‌های متفاوتی که گذاشتن اینها رو تأمین کنن، این عددش میشود یه چیزی هولوش 25 میلیون نفر و به عبارتی همون ارقامی میشه که اون دوتا نماینده مجلسی که شما اشاره کردید صحبتشون اعلام کردن. خب این وضعیت خوشایندی نیست، یعنی این که ما در جامعه‌ای که این همه منابع و امکانات داره برای که به سمت یک جامعه برخوردار بره و مردم این دچار مشکلات اقتصادی نباشند، طبیعتاً باید جای تأسف داره واقعا که ما مواجهیم با یه چنین وضعیتی. و من حسم اینه، یعنی اون برداشت خود من اینه که در این سالهای اخیر به خصوص ما فقر مطلقی رو که الان شاهد هستیم، این فقر مطلق ریشه در یک فقر مطلقی داره که در دانش مدیران ما مستولی شده و به شما عرض کنم که ما شاهدش هستیم. مدیرانی که فاقد دانش اقتصادی هستن، فاقد دانش حکومتداری هستن و متاسفانه هر روز منابع مملکت صرف اموری میشه که به دلیل تأمین اون حداقل ها و به دلیل نگاه سطحی که دارند صرف مسائلی میشه که اینها زود بازده هستن و به سمت زیرساخت ها و توسعه زیرساخت ها نمیره و ما مواجهیم با مشکلات اقتصادی، بخصوص که عرض کردم هرچی داریم جلوتر میریم به واسطه اون چیزی که ما داریم میبینیم از سطح حاکمیت باید شاهد افزایش رو هم متاسفانه باشیم. بله، در صورت تداوم این وضعیت چه آینده‌ای برای اقشار مختلف مردم و اقتصاد ایران میتوان پیش بینی نمود؟ ببینید، حالا چون شبکه شما هم بالاخره منتسب به امام حسین و بحث یک وجوه دینی هم درش هست، ما به نقل از پیامبر اکرم داریم که کاد الفقر ان یکون کفر، کاد الفقر ان یکون کفر، و حضرت علی علیه السلام میفرمایند که الفقر موت الاکبر. خب طبیعی است اگر که ما اعتقاد داشتیم باشیم بین چنین چیزی و بپذیریم چنین برداشتی رو که پیامبر فرمودن، نتیجه خیلی خیلی واضح این موضوع رویگردانی مردم از حکومتی دینی است، حکومتی که برخلاف اون چیزی که انتظار میره و وعده هایی که داده شده و شعارهایی که داده میشود، همکنون نتیجهش در جامعه چیزی که ملاحظه میشه خلافه. عرض کردم شاید این چیزی که الان شما میفرمایید و انعکاسش هم ما در جامعه داریم میبینیم، اولین بازخورد و اولین انعکاس این مطلب که ما باید شاهدش باشیم، رویگردانی مردم از یک حکومتی است که حکومت دینی، حالا این حکومت دینی فعلا همون چیزی است که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم، مدعی ان ممکنه حکومت‌های دینی موفقی هم باشن که داریم قطعا، اما خروجی این حکومت دینی در جمهوری اسلامی متاسفانه باعث رویگردانی مردم از حکومت شده. عواقب دیگری هم قطعا داره، این توسعه فقر به شما عرض کنم باعث افسایش ناهنجاری های اجتماعی میشه، کمایی که الان هم هستیم. این ناهنجاری ها رو اگر آسیب شناسانی که دانشش رو دارن بررسی کنن، بخش عمدهش برمیگرده به فقری که ما در جامعه مشاهده میکنیم و مسببش هم عرض کردم
حکومت مدارانی هستند، حکومتدارانی هستند که فاقد دانش مدیریتی هستند و متاسفانه متولی امور شدند. ممنونم از شما جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران.